درود و صد درود و به نام خدای رنگین کمان. امیدوارم هر جای کسی شاد باشید و پیروز. وبینار امروز در رابطه با الگو ترید هست، اینکه سیستم های معاملاتی الگوریتمی یا الگو ترید به چه صورت هست، چی هستن، یه تعریفی از اون در واقع خواهیم داشت و نحوه استفاده و نحوه کارکردشون رو بررسی خواهیم کرد. ابتدای امر قطعا توضیحات تئوری خواهد بود و بعد اگر نیاز شد روی چارت و روی متد سی تریدر هم توضیح میدیم که چطوری باید این رو به چه صورت استفاده کنید. برای دوستانی که بار اول است در خدمتشون هستیم، من در اوران چارکی هستم، از سال 2006 تا کنون در بازار مالی فعالیت میکنم، با من تحلیلگر، مشاور و غیره، بنیانگذار و مدیرعامل وبسایت خبری و تحلیلی اکنومیش هم هستم. اما یه هشداری بدیم به دوستانی که وارد بازارهای مالی میخوان بشن یا شدن، یا برای اونها هم تکرار بشه این هشدار، این که بازارهای مالی، فعالیت در بازار مالی همراه با ریسک، به خصوص بازارهایی که یا دارایی هایی که با اهرم معامله میشن و اینها همیشه ریسک بالایی دارن، احتمال داره که تمام سرمایه‌مون از دست بدیم. مطالبی که در این وبینار های ارائه میشه مطالب آموزشی با هدف آموزشی و بر اساس گذشته بازار، یعنی مطالب آموزشی مبناش تهیه بر اساس گذشته بازار و هیچ گارانتی نداره که آینده بازار هم قطعا شبیه گذشته باشه. اما امروز در رابطه با چه مسائلی صحبت میکنیم؟ خلاصه صحبت امروز ما تعریف الگو تریدینگ هستش، بعد معاملات الگو چطوری کار میکنه در این مورد صحبت میکنیم و استراتژی مختلفی که در الگو ترید در واقع قابل استفاده، قابلیت پیاده سازی بهتر رو دارن رو در این مورد صحبت میکنیم و همینطور نحوه استفاده الگو ترید یا این ربات ها یا الگوریتم ها در سی تریدر رو توضیح میدیم که به چه صورت میتونید وارد سی تریدر کنید و استفاده کنید و همینطور پرسش و پاسخی که در نهایت خواهیم داشت. اما ابتدا ببینیم الگو ترید یا معاملات الگوریتمی چیه. معاملات الگوریتمی بهش معاملات خودکار هم میشه گفت، جعبه سیاه، معاملات جعبه سیاه، معاملات دارای الگوریتم های ریاضی و اسامی مختلف، حالا الگو ترید به صورت خلاصه یه روشیه برای اجرای معاملات در بازارهای مالی با استفاده از یه سری دستورالعمل های از پیش برنامه ریزی شده که اینا میان عوامل مختلف از جمله قیمت و زمان و حجم و مسائل مختلف رو از این بابت، از جمله مدل های ریاضی که وجود داره، الگوهایی که وجود داره در چارت ها، میان اینا در نظر میگیره و بر اساس اینها یه دستورالعملی تهیه میشه که به اونا میگن الگوریتم. این اون دستورالعمل نحوه اجرای یک سیستم میشه الگوریتم. حالا اینا میاد در واقع توسط یه سری برنامه نویس نوشته میشه و برای استفاده در سیستم های معاملات خودکار در واقع کاربرد داره. در تئوری در واقع به معاملاتی هستش که حداقل در تئوری دارای سود هستن و شما میتونید با اونها سود کنید و فرکانسی که در واقع میشه با سرعت و فرکانس خیلی بالایی اجرا کرد که عملا از توانایی یک انسان خارجه، حالا اون سرعت و اون میزان بالای معاملاتی که میشه باش انجام داد. تأثیر احساسات انسان قاعدتا در این نوع معاملات هم دخیل نیست و اینها شاید بتونه یه بخشی از در واقع اون ضعفایی که انسان در برابر قیمت تغییرات قیمت داره رو بتونه تکمیل کنه، یه بخشی، البته یه بخشی البته به ضررش تمام میشه. اما ببینیم که چطوری کار میکنه. فرض کنیم یه در واقع یه استراتژی ما داریم به این صورت که میگیم که هر موقع مثلا، حالا مثلا این به عنوان یه استراتژی رو در نظر بگیریم، میگیم که هر موقع مثلا RSI رفت بالای 75-80 و همزمان دیدیم که OBV مسطح شد، ما این سیگنالیه برای بازگشت قیمت و بعد از دومین شمع نزولی پوزیشن فروش رو باز کنه. و فرض کن که این یه استراتژیه، خب یکی از استراتژی خوب و کاربردی هم هست. با استفاده از این دوتا دستورالعمل ساده یه برنامه کامپیوتری میاد نوشته میشه، یه برنامه که به صورت خودکار قیمت دارایی اندیکاتور و چارت رو میاد کنترل میکنه و در صورت که این شرایط تحقق بده کرد، یعنی محقق شد، میاد سفارش خرید رو در واقع انجام میده یا برعکس سفارش فروش رو انجام میده. معامله گر هم دیگه نیازی نداره به اینکه بره یک سره به قیمت ها نظارت کنه، وقتی که مطمئن باشه که در واقع حالا استراتژیش کاربردیه، میتونه این استراتژی رو باز کنه، سطوح حمله در واقع ضرر و فایده رو معمولا براش تعریف کنه و بر اساس این بیاد چیکار کنه، بر اساس این بیاد معاملاتش رو انجام بده و با این همین سیستم در واقع معاملات خودکار و بتونه در واقع فرصت‌های معاملاتی که تو بازار هست رو بتونه شناسایی کنه، حتی در مواقعی که خودش پای سیستم نیست و یا حتی میتونیم بگیم در مواقعی که
در واقع پای سیستم هست، ولی میخواد که این استراتژی رو در همزمان هم در جفت ارزها انجام بده، هم در بازار کالا انجام بده، هم در بازار سهام. میگم اون های فرکانسی، یعنی تعداد فرکانس، یعنی تعداد معاملات بالایی که در واقع میخواد انجام بده، ولی از توانی که انسان خارجه، و ولی قاعدتا با این روش میتونه اون رو انجام بده. ویژگی ها و مفاهیمی که تو الگوتریت هستن رو اگر ما یاد بگیریم، شاید بهتر بتونه کمک کنه که اصلا هم مفهومش رو درک کنیم و همین رو چطوری در معاملات استفاده کنیم. اول از همه اتوماسیونه، یعنی به صورت اتومات اجرا شدنه دیگه. از اون دخالت دست، از مداخله دست، ما در واقع جورای از مداخله دست اینجوری آزاد میشیم، و در واقع این الگوریتم های کامپیوتری هستن که مسئول در واقع قرار دادن پوزیشن ها و مدیریت معاملات ما هستن. ضمن اینکه این کار سرعت و کارایی ما رو بیشتر میکنه، یکی از مزایای اصلی معاملات الگوریتمی سرعت اونه، یعنی میتونه به ما کمک کنه با سرعتی بسیار سریعتر از معامله گران انسانی کارامون رو انجام بدیم و به شرایط بازار در میلی ثانیه واکنش نشون بدیم. این سرعت به ویژه تو در واقع بازارهایی که تغییرات قیمت در اونجا هم به سرعت اتفاق میفته بسیار مسئله مهمیه. ضمن اینکه ما با استفاده از الگوریتم ها میتونیم معاملات خیلی پیچیده ای رو انجام بدیم و فاکتورهای متنوعی تعریف کنیم که یه الگوریتم یا یک ربات یا یک بات بتونه این فاکتورها رو همزمان کنترل کنه و در نظر بگیره، چیزی که شاید به اجرای دستیش رو بگیم که غیر ممکن باشه. وقتی ما میایم استراتژی پیچیده ای رو میایم مشخص میکنیم، اون استراتژی پیچیده خیلی وقتها امکان، وقتی که ما در واقع امکانات استراتژی خیلی زیادی داریم که در کنار هم دیگه، یعنی اون تو استراتژیمون فاکتورهای خیلی زیادی داریم در کنار هم دیگه، اون فاکتورهای زیادی که در کنار هم دیگه داریم، یعنی مجموعه ای از فاکتورها که ما در کنار هم دیگه داریم، و اونها رو یک انسان شاید نتونه در واقع درست به درستی بسنجه، ولی اونها رو یه الگوریتم، در واقع یه الگوریتم ریاضی میتونه اونها رو بره فاکتورهای مختلفش رو بسنجه، نگاه کنه و در کنار هم قرار دادن عوامل مختلف بتونه ازش نتیجه گیری درستی انجام بده. ضمن این که بازارسازی میشه کرد الگوریتم ها تو در واقع وقتی که بس اگه به صورت حرفه ای انجام بشه، هرچند غیر قانونیه، ولی خب اگه به صورت حرفه ای انجام بشه، میشه در واقع با ایجاد پوزیشن های متنوع، حتی بعضی مواقع کاذب، میشه در واقع بازار سازی کرد، میشه در بازار مداخله انجام داد با گذاشتن پوزیشن های خرید و فروشی که بتونه با سرعت بالا واقعا هم انجام بشه، ولی این انجام شدنه بتونه، ولی چون خیلی در کسی از ثانیه بالا پایین انجام میشه، میشه این رو در واقع هم باز کرد هم بس و یا هج کرد و روش های مختلف اجرا کرد که این بتونه چیکار کنه، این بتونه بازار رو، احساسات بازار رو تحت تاثیر قرار بده. این در واقع مارکت میکری کرد با این کارشون، ولی خب در این حال کمک میکنه که اسپرد های پیشنهادی و درخواستی در واقع کمتر بشن و عملکرد بزرگی، عملکرد روانتری هم حتی بشه وقتی که با ولیوم های بیشتری بشه اون رو مداخله کرد. اما ریسک رو هم یه چیزی که وجود داره اینه که در بحث مدیریت، شما فرض کنید که مثلا یه پوزیشن، یه سری روش های معاملاتی میخواید انجام بدید، بخصوص اسکالپینگ، که این اسکالپینگ شما در واقع میخواید بلا فاصله بعد باز کردن مثلا در عرض 2 ثانیه 3 ثانیه اینو ببندید. خب وقتی میخواید 2 ثانیه ببندید، دیگه فرصت نمیشه که شما بیاید استاپ لاس و تیک پروفیتتون رو ست کنید، و خیلی وقتا پوزیشن رو که باز میکنید باید به صورت دستی سریع ببندید قبل از اینکه استاپ لاس و تیک پروفیت رو ست کنید. اون ست کردن استاپ لاس و تیک پروفیت به صورت چشمی و دستی و سریع با سرعت خیلی بالا یه مقدار سخت هست، اگه احساس انسان قاطی بشه، یه مقدار حواس پرتی بشه، یا اگه برق قطع بشه، اینترنت قطع بشه، یا هر چیزی انجام بشه، عوامل مختلفی به این صورت اتفاق بیفتن، میتونه شما پوزیشنی که باز کردید نتونید در چند ثانیه که میخواید ببندید و از بین بره و باعث ضررهای زیاد بشه. ولی با الگوریتم ها میشه در واقع بخصوص برای کسایی که های فرکانسی تو سود در واقع مدت زمان کم میخوان معامله کنن، برای این جور مواقع این چیز الگوریتم ها برای این جور مواقع بسیار میتونن کار در واقع کاربردی باشن و خیلی کمک کنن.
میکنن و میتونه در واقع ضررها رو بتونن کمکتون کنن که حداقل کار تعامل ریسکتون بیشتر بشه و استاپلاس ها و تک پروفیتاتون درست‌تر رعایت بشه. وقتی شما یه برنامه از پیش تعیین شده میدید، ربات در کسری هستن در میلی هستن، هم میتونه استاپلاس رو شما رعایت کنه، محاسبه کنه و قرار بده و هم تک پروفیت شما رو، این میتونه در واقع برای مدیریت ریسکتون خیلی کمک کننده باشه، به خصوص در مقاولات بسیار بسیار کوتاه مدت. البته یه مسئله که وجود داره اینه که شما همه این ربات ها یا همه این در واقع الگوریتم هایی که میخواید استفاده کنید رو تو ربات های سری الگوریتم ها دیگه، شما این الگوریتم هایی که میخواید استفاده کنید همه اینها رو باید حتما قبلش در حساب های دمو تست کرده باشید برای مدت های طولانی و بعدش در حساب های واقعی با مبالغ کم تست کنید و این بک تست کامل رو ازش بگیرید، هم چه در معاملات در واقع به صورت بک تست با معاملات در واقع در بر اساس تاریخ یه قیمت، یعنی مثلا بر معاملات گذشته بک تست بگیریم، چه این تست رو بتونیم در واقع با معاملات آینده بگیریم، یعنی یک تست واقعی باهاش معامله کنیم ولی با مبالغ بسیار کم در حساب واقعی بیایم باهاش معامله کنیم ببینیم که به چه صورت انجام میشه و کم کم اگه بشه اطمینان حاصل کردیم میتونیم در واقع اون ربات رو بهش مبلغ بیشتری بدیم. الگوریتم‌های مختلفی وجود دارن، حالا الگوریتم‌های اجرایی برای اهداف خیلی خاص میان تهیه میشن، مثلا الگوریتم‌های در واقع پیاده‌سازی کاهشی، حالا من اشتباهش هم کم بوده، پیاده‌سازی کاهشی که حالا در ادامه توضیح میدیم که این اهداف پیاده‌سازی کاهشی چیه، ولی هدفش به حداقل رسوندن تفاوت بین قیمت‌های اجرایی در واقع مورد انتظار و قیمت‌های اجرایی که اجرا شده است، قیمت‌هایی که اجرا شده، یعنی شما وقتی که می‌خواید یک مثلا یورو یو اس دی رو در یک ماه 0.746.24 بخرید، این انتمار در واقع قیمت مورد نظرتونه، مورد انتظار برای اجراست. یه وقت میاد با یک در واقع یک میلی صدم در واقع یک میلی سنت یک صدم سنت خود سنت یک صدم سنت بالاتر وقتی که میخواد اجرا کنید بیشتر یا کمتر میشه، این به خاطر تغییرات بازاره، اون در واقع حالا اون اسلیپی که تو بازار اتفاق میفته، برای اینکه اینا رو به حداقل برسونیم الگوریتم ها خیلی کمک میکنن که این اتفاق بیفته و ما بتونیم در واقع از اون میزان تفاوت قیمت ها در زمانی که دستور اجرا میدیم، دستور اجرای یک سفارش رو میدیم تا زمانی که اون سفارش اجرا میشه، اینها رو میشه چیکار کرد، اینا میشه به حداقل رسوند. معاملات با فرکانس بالا یکی دیگه از مسائلی که تو الگوریتم در واقع معاملات الگوریتمی یا الگوریتم خیلی مسئله مهمی و حتما با در نظر گرفته بشه اینه که خب الگوریتم قاعدتا کمک میکنه ما که ما بتونیم یه سرعت بالایی از معاملات رو داشته باشیم، تعداد بالایی از معاملات رو داشته باشیم و بتونیم با قیمت‌های خیلی کوچیک با تغییرات خیلی کوچیک تو بازار بتونیم وارد بشیم و خارج بشیم. و البته نکته‌ای که حالا در به خصوص در اواخر به معاملات الگوریتمی اضافه شده که بهش میگن AI که حالا در واقع همون هوش مصنوعی، این ماشین لرنینگ و هوش مصنوعی هم که خب اخیراً اضافه شده و میشه به AI اضافه کرد، اینه که کمک میکنه که در طول معاملاتمون اون استراتژی که پیاده میکنیم عیب های اونها هم گرفته بشه، با پیاده سازی AI ها با پیاده سازی هوش مصنوعی بتونیم عیب و ایرادهای اون استراتژی اون هم بگیریم و خودمون استراتژی رو چیکار کنیم بهبود بخشیم و بهتر کنیم. اما در کنار این که تایید فوری سفارش ها میتونه باشه، یعنی کمک کنه که سفارش های ما سریعتر تایید بشه و اجرا بشه و بهترین قیمت ها و بهترین زمان رو بتونیم با استفاده از این الگوریتم ها به دست بیاریم و خطای انسانی رو بتونیم حداقل بدیم، عواطف انسانی هم باش درگیر نباشه، اما با همه اینها باید در نظر داشته باشیم که عدم قضاوت انسان در زمان واقعی خودش میتونه یکی از عوامل باشه، یعنی عدم دخالت انسان خیلی در واقع میتونه هم نکته مثبتی باشه اما عدم دخالت انسان هم میتونه نکته منفی باشه، چون خیلی وقت بازار اتفاقی میفته که به صورت انسانی ما درک میکنیم که تو این بازار چه خبره، حتی اگر از نظر تکنیکال و تحلیلی که تو بازار وجود داره به این یه چیز دیگه نشون بده. اینه که این قضاوت انسانی رو میتونه چیکار کنه، اینو به عنوان یک نکته منفی، هم عدم وجود قضاوت انسانی رو میتونه به عنوان یک نکته منفی هم در نظر بگیریم. یه مسئله دیگه هم که وجود داره اینه که نکته منفیش اینه که یه سری وقتا این الگوریتم ها به خاطر اون پوزیشن های کاذبی که میتونن بیان ایجاد کنن منجر میشن تو بازار سری نوسانات و بی ثباتی ها ایجاد بشه که حالا قانون گذارا به شدت دنبالش هستن که حالا بتونن راههای پیدا کنن به خصوص با اومدن هوش مصنوعی که بتونن این فاز ها رو از بازار دور کنن و مانع این بشن که با پوزیشن های کاذب با اوردر های کاذب و مسائل کاذب بشه در واقع کاری کرد به خصوص توسط ربات. و اینکه
هزینه سرمایه گذاری بالایی داره، هزینه نگهداری بالایی هم داره. یعنی وقتی شما میبینید یه الگوریتم رو میخواید درست کنید، هم هزینه درست کردنش بالاست و هم اینکه اون وقتی اون الگوریتم رو درست کردید، هزینه پیاده سازی اون الگوریتم هم هزینه پیاده سازی بالاییه و ممکن هم هستش که منجر به بررسی های نظارتی بیشتر توسط یه قانونگذار هم داشته باشیم. این بررسی نیاز داشته باشیم که اونو به صورت خیلی بیشتری توسط قانونگذار رو بررسی کنیم و مسائلش سنجیده بشه تا بتونیم در واقع نقاط سطوح در واقع مشکل دار یا اون بخشایی که مشکل دارن بتونیم چیکار کنیم پیدا کنیم. ولی خب در هر حال قانون با توجه به سرعت اجرایی که داره انجام میده و شرایطی که انجام میده، قطعا قانونگذارا روش حساس هستن و نظارت خیلی باعث میشه همین مسئله نظارت خیلی بیشتری روی پوزیشن های ما انجام بشه و همین نظارت بیشتری شاید اون چیزی نباشه که خیلی ها دوست داشته باشن. اما در مورد بازه های زمانی که در الگوترید استفاده میشه، چون به صورت هایپر کانسیس استفاده میشه، یعنی خیلی تعداد بالای معاملات استفاده میشه، اکثر استفادهش در معاملات کوتاه مدته. ولی خب بس این نیستش که فقط ما اینو در این معاملات کوتاه مدت میتونیم استفاده کنیم. دستورالعمل های خیلی زیادی ما داریم، اینا از مسائل از پیش برنامه‌ریزی زیادی رو میتونیم باش ما چیز کنیم، ست کنیم و خود همین باعث میشه که ما بتونیم از الگوترید در بسیاری از اشکال تجاری و فعالیت‌های سرمایه‌گذاری تون چیکار کنیم استفاده کنیم. مثلا برای حتی برای سرمایه‌گذاری بلند مدت یا خریدارای نهادی میتونیم از الگوترید استفاده کنیم برای پیدا کردن بهترین شرایط در بازار برای سرمایه گذاری، با در واقع اون گسستگی که در اذهان در واقع ذهنهای ما شکل میگیره و باعث میشه به معاملاتمون ضربه بزنه. الگوریتم های معاملاتی متعدد رو میتونیم در واقع ترکیب کنیم و از نتیجه ازش یه نتیجه بگیریم. در واقع اینا برای سرمایه گذاری بلند مدت ما میتونیم از الگوریتم ها به روش های مختلف استفاده کنیم. در زمینه معاملات خیلی کوتاه مدت هم مثل اسکالپینگ و همینطور در واقع نهادهایی که فروشنده هستن، اونها هم یا بازارسازی میکنن مثل کارگزاری ها، سفته بازها و آربیتراژها، اینها از اجرای خودکار معاملات خیلی سود و خیلی بالایی میبرن و البته خود همین به خاطر اینکه در واقع سرعت معاملات رو بیشتر میکنه، میزان حجم معاملات رو بیشتر میکنه و کمک میکنه به این شرط، همین هم باعث میشه که اصلا در واقع در بازار یه سری نقدینگی ایجاد بشه و این بالا بودن نقدینگی در واقع به فروشنده در بازار هم به معامله‌گر در بازار هم کمک کنه. اما ببینیم که اصلا دوستان اگه تو اینجا سوالی دارید بپرسید، اگر نه حالا استراتژی مختلفی که میشه در الگوترید استفاده کرد رو بررسی کنیم. سوالی دارید؟ سرعت و بیان مطالب که اوکی هستش، که سریع نیستش که اذیت بشید. خب ظاهرا سوالی ندارید. خب اگه سوالی داشتید میتونید تو بخش چت ها بنویسید، تو بخش کوشن انسورم پاسخ هم بنویسید. خب اما بریم ببینیم بررسی کنیم چه استراتژی هایی رو ما در معاملات الگوریتمی میتونیم استفاده کنیم. یکی از اون استراتژی در واقع یک البته اینم در این قبل از که حالا استراتژی بررسی کنیم، مسئله بعد از کنم که در استراتژی معاملاتی که توسط الگوترید استفاده میشه معمولا استراتژی ها باید قابل تعریف باشه. ببینید ما استراتژی رو که نتونیم تعریفش کنیم و بگیم که یک فرصت چجوری ایجاد میشه و چجوری باید ازش استفاده کرد، این رو نتونیم به زبان بیاریم و تعریفش کنیم، نمیتونیم اینو بنویسیم. بنابراین در قدم اول استفاده از الگوریتم های معاملاتی اینه که شما یک استراتژی تو ذهنتون باشه که بر اساس یه سری فرصت های خرید یا فروش ایجاد شده باشه، از نظر آماری حداقل در تئوری جواب بده. خب حالا وقتی این قدم اول هست، این رو میتونیم چیکار کنیم؟ این رو میتونیم تبدیل به یک برنامه کنیم و بدیم به یک ربات. ولی قبل از اینکه به این مرحله برسیم، در واقع با چیکار کنیم؟ باید اون استراتژی به صورت پیش فرض شده و استفاده شده و مبنا بتونیم اونو چیکار کنیم تو ذهنمون قرار بدیم. از نظر آماری باید در واقع در و حداقل تئوری در واقع باید چی باشه؟ باید سودآور باشه و این نکته ای که قبل از هر چیزی باید در واقع در نظر گرفته بشه و کسی که ازش استفاده میکنه به این نکات پی ببره. اما استراتژی مختلفی که میشه ازش استفاده کرد، اولش استراتژی پیروی از رونده، یعنی چون خیلی تعریف ساده‌ای دارن معمولا استراتژی که در پیروی از روند هستن، اینها پرکاربردترین استراتژی های معاملاتی هستند که توسط الگوریتم ها میشه ازش در واقع چیکار کرد، میشه توسط الگوریتم ها میشه استفاده کرد.
ضمن اینکه حالا اینا در واقع سطوح کلیدی، سطوح قیمت و حالا اندیکاتورهای فنی زیادی هم هستن که اصلا در همین در واقع در همین سیستم قرار میگیرن و در سیستم معاملات در واقع با استفاده از روندها در بازار اندیکاتور خیلی گسترده، تعداد زیادی از اندیکاتورها هستن که میشه ازش استفاده کرد، سیستم های معاملاتی زیادی هستن که ازش میشه استفاده کرد. بنابراین این پیروی از روند یا ترند تریدینگ در معاملاتی که در واقع ما از الگوریتم استفاده میکنیم معمولا از روز استراتژی پرکاربرده. یه نکته که وجود داره اینه که حالا به خصوص در معاملاتی که با استفاده از روند هستش، یه چیزی که زیادم پیش بینی بازار نیستش. حالا بازار در واقع چون در مدت زمان به خصوص اگر بخوایم در بازار زمانی کوچیک اجرا کنیم، وقوع روندهای مطلوب خیلی زود آغاز میشن، زودم به پایان میرسن. یعنی اون روندها رو میتونیم در واقع تو بازار زمانی کوچیک تعریف‌های مختلفی ازش داشته باشیم و بر اساس همینا بتونیم تعریف‌های ساده‌ای بریم به یه ربات، یعنی تعریف های ساده و قابل فهمی بتونیم بدیم به یک اندیکاتور، در مجموعی از اندیکاتورها در کنار هم دیگه به عنوان یک ربات میتونیم بهش در واقع چیکار کنیم، مثل دستورها برای اجرا بدیم و این میتونه کمک کننده باشه. اما استراتژی های دوم، دستی دوم استراتژی ها، استراتژی هایی هستن که مربوط به آربیتراژ هستن. ببینید، البته آربیتراژ، من اول تعریفشو بگم، آربیتراژ یعنی خریدن از یک جایی از بازار، فروختن به یک بازار دیگر. خب این خریدن از یک جایی و فروختن به یک جای دیگر، حتی خیلی وقتا بحث در واقع خیلی وقتا اینها محصولات چیز میشن، یعنی در واقع هر محصولی اصلا شما فرق نمی کنه، حتی اینم شما میتونید تو بازار فیزیکی هم انجام بدید. این که خریدن از یه جای به قیمت پایین‌تر و فروختنش در یه جای دیگه به قیمت بالاتر، این بهش میگن آربیتراژ. حالا این تفاوت قیمت میشه سود شما. شما میتونید در بازار رمزارزها انجام بدید، در بازار سهام انجام بدید، تو بازار جفت ارزها انجام بدید، که در یک از یک صرافی ها رو به خصوص در بازار رمزارزها خیلی مرسوم هستش که آربیتراژ کردن، که شما یه جفت ارز رو در مثلا کوین در واقع کوکوین مثلا 80 سنت میری، توی میبینید که توی مثلا نزدیک 78 سنت مثلا در فروشگاه B، در فروشگاه A یک قیمت دیگه است. میتونید در واقع از یک فروشگاه با یک قیمت پایین‌تر بخرید، ببرید به قیمت بالاتر در فروشگاه بالاتر در اون یک فروشگاه بفروشید، یا برعکسش. این داد یا مثلا رمز ارزی که مثلا شما در کوکوین می‌خرید، در بایننس میتونید بفروشید، در بایننس بخرید، در بیترکس بتونید بفروشید. این تفاوت قیمت‌هایی که میتونید بخرید و خرید و فروش کنید، اینا بهش میگن آربیتراژ. این در بازار رمز ارز تو بازارهای مالی یه مقدار در واقع چیزش بیشتره. تو بازارهای مالی این یه مقدار چی میگم بهش کاربردش بیشتره. در مورد استراتژیایی که مبتنی بر مبانی ریاضی هستن، یه بخش دیگه ای از در واقع چیزها هستن، یه بخش دیگه ای از هدایت جان چشم، من سوال شما دقیق این صحبت هم سعی میکنم سوالتون جواب بدم. یه بخش دیگه از نوع معاملاتی که در واقع استفاده میشه، استراتژی که خیلی پرکاربرد هست در استفاده از در واقع ربات ها یا الگوریتم ها، مدل های ریاضی هستن. مدل های ریاضی، استراتژی معاملاتی خنثی دلتا در واقع اینا، یا استراتژی مدل های ترکیبی که ترکیبی از آپشن ها و ترکیبی از دارایی ها رو میان ارائه میدن همراه با در واقع ببین یه چیزی بگم، مثلا مثال براتون بزنم. ما میخوایم یه پوزیشن هایی رو باز کنیم، مثلا یه بازه، یه مثلا در یک روند هم میخوایم در یک دارایی میخوایم هم از پوزیشن های خریدش استفاده کنیم، هم از پوزیشن های فروشش. ما مثلا نمیدونیم قیمت میره بالاتر یا قیمت میاد پایین تر. خب همزمان ما یه پوزیشن در یک قیمتی، همزمان هم پوزیشن خرید باز میکنیم، هم پوزیشن فروش. این که اینو چطوری اجرا کنیم، ببینید اگه به صورت دستی ما بخوایم این کار انجام بدیم، به صورت دستی بستن زمان، بستن این عدد زمان عدد درستی نیستش، ولی ما به صورت ماشینی اگه بخوایم میتونیم بگیم که خب زمانی که مثلا محاسبه میکنیم، مثلا میگیم که وقتی این اتفاق بیفته محاسبه ریاضی رو انجام میدیم، از پیش به بول الگوریتم وقتی بدیم، اون الگوریتم حتی اگه ما خواب باشیم، ما نباشیم، پای سیستم نباشیم، اون رو اجرا میکنه. این استفاده کردن از مدل های ریاضی، یکیش این در واقع
پوزیشن هستش که همدیگر رو خونسا میکنن، خرید فروش های متقابلی که در واقع میشه انجام داد. این تو معاملات در واقع بر اساس استراتژی که بر مدل ریاضی هستن اینطوری، حالا یعنی اون عدد یه سری محاسباتی دارن که محاسبات ترکیبی، امکان استفادهش برای ذهن انسان یه مقدار سخته، ولی خب اون اگه شما در قالب یه فرمول بیارید و بدید به یک ربات، اون ربات میتونه خیلی سریعتر اینو استفاده کنه. اتفاقا این نو استراتژی مبتنی بر مدل ریاضی استراتژی بسیار ساده ای هم هستن، اما این ساده بودن در واقع دلیل بر سودآور بودن یا سودآور نبودن نیستش. اتفاقا استراتژی ساده ای هستن، ولی پیاده سازیش توسط یک انسان سخته و نیاز داره که چند تا انسان باشن و یا ربات باشه که بتونه این کار انجام بده. مسئله بعد استراتژی بعدی محدودهای معاملاتی، یعنی بازگشت به محدودهای معاملاتی یا بازگشت به میانگین حرکتی. ببینید یه استراتژی یه چیزی وجود داره که در واقع صحبتی یا یک دربار مسئله یا یک گفتی تو بازارهای مالی وجود داره که معمولا دارایی ها به اون میانگین قیمتشون برمیگردن. ما معمولا یه بازه زمانی میایم تعیین میکنیم، تو بازه زمانی محدوده معاملات میایم خودمون در واقع حالا چه بسات دارایی هایی که تو چارت میبینیم چه مسائل مختلف، میایم یه محدوده معاملاتی مشخص میکنیم یا پیدا میکنیم روی چارت، میبینیم که خب دارایی داره توی محدوده معاملاتی معامله میشه و بالا پایین میره. این محدوده معاملاتی میتونه محدوده معاملاتی نرم سودی باشه، نرم نزولی باشه یا مسطح باشه. اینم بگم این محدوده معاملاتی وقتی ما داریم میگیم محدوده معاملاتی خنسا لزوما محدوده معاملاتی خنسا نیستش، اما این محدوده معاملاتی یه سری سطوح در واقع مقاومت داره، حمایت داره و یه سری سطوح داره که حالا میاد انجام میشه یا از یک محدوده خارج میشه وارد محدوده دیگه میشه. ولی ما انتظار داریم که قبل از اینکه از محدوده دوم وارد محدوده سوم بشه، محدوده اول یه بار دیگه چیکار کنه، یه تستی کرده باشه، یک ناخونکی زده باشه، برگشتی داشته باشه، چه به سمت بالا به اون سمت یا چه به سمت پایین. این اون ارزش معاملاتی در واقع بهش میگن که اون، برای همون میگن محدوده معاملاتی که در واقع وابسته به میانگین حرکتی و وابسته به بازگشت قیمته. این جور مواقع میتونه در واقع چیکار کنه، الگوریتمایی که برای این جور مواقع گذاشته میشه میتونه انجام بده. یه مسئله که وجود داره اینه که قیمت های بالا و پایین یک دار در واقع قیمت های بالا و پایین یه دارایی موقتیه که در واقع یه سری یه پدیده موقته. اینا باید بیایم به صورت دوره‌ای بیایم اینا رو حساب کنیم، حالا بگیم که چه می‌دونم مثلا بیایم توی یک دوره بازی زمانی خاص استفاده کنیم، بگیم توی بازی زمانی خاص سطوح میانگین پایین اینقدر چیز قیمت، سطوح پایین این محدوده، سطوح بالا این محدوده، میانگین اینجاست. اگه قیمت از این سطح خارج بشه و از این رنج خارج بشه، احتمالی که دوباره برگرده به این محدوده قیمتی زیاده، به این میانگین زیاده، و ما پس بنابراین حالا تو اگه تو روند صعودی باشیم یا تو روند نزولی، بسته به اینکه روند صعودی یا نزولی، تو میانگینه میتونیم پوزیشن های خرید تعیین کنیم. حالا این در واقع محدوده استفاده کردن از محدوده معاملاتی یا بازگشت به میانگین جز اون کارهایی که اینجا میشه چیکار کرد، جز اون کارهایی که اینجا میشه با این چیز انجام داد، با محدوده معاملاتی میشه چیکار کرد، با ربات میشه انجام داد و برنامه‌ش رو نوشت. استراتژی بعدی که میشه در با استفاده از ربات ها به شکل بهتری ازش استفاده کرد، استراتژی با استفاده از قیمت میانگین وزنی حجمیه. استراتژی قیمت مبتنی بر متوسط حجمی یک سفارش بزرگ رو میاد چیکار میکنه، میاد یک سفارش خیلی بزرگ رو میایم در واقع چی تیکه تیکه میکنیم، میایم اینو به بخش‌های مختلف تقسیم میکنیم و اینو میخوایم تو بازه زمانی متفاوت انجام بدیم. برابری تو بازه زمانی متفاوت تو بر اساس وزن‌های مختلف و حجم مختلف میخوایم بیایم انجام بدیم که در واقع تبدیلش کنیم به بخش کوچکتری از سفارش که به صورت پویا و تعیین شده به بازار چیکار کنیم، کم کم عرضه بدیم. یعنی در واقع بر اساس قیمت ما میتونیم چیکار کنیم، بر اساس قیمت مثلا یه پوزیشن رو که پوزیشن مثلا 10 لاتی میخوایم باز کنیم، این پوزیشن رو میتونیم بیا جایی یک دونه ده لاتی باز کنیم، 20 نیم لاتی باز کنیم و این 20 نیم لاتی رو با توجه به قیمت های مختلف، وزن معاملات، حجم بازار و غیره میتونیم چیکار کنیم، بیا میتونیم معاملات مختلفی انجام بدیم. حالا این یه چیزه. اما استراتژی بعدی قیمت میانگین وزنی و زمانیه، تقریبا شبیه استراتژی قبلیه، میاد یه سفارش بزرگ رو تو بخش کوچکتر تقسیم میکنه و با استفاده از بازهای زمانی که در واقع بین زمانهای مختلف ایجاد شده میایم چیکار کنیم، با استفاده از اون بیایم حالا پوزیشن هامون رو اجرا کنیم. هدف این در واقع هدف تو این روش اینه که سفارش رو نزدیک به میانگین قیمت، یعنی وقتی ما میایم تو بازار زمانی مختلف اجرا میکنیم، میتونیم بهترین قیمت و بهترین پیشنهاد رو برای در واقع شروع پوزیشن چکار کنیم، میتونیم پیدا کنیم. برای همین قیمت میانگین وزن زمانی
میتونه یه در واقع استراتژی کاربردی باشه که بتونیم به جای اینکه یه پوزیشن رو در یک قیمتی باز کنیم، ما بیایم اینو در زمانهای مختلف انجام بدیم و با بهترین قیمت ها بتونیم پیدا کنیم. یه استراتژی که داریم برام درصد هش پی او وی، تا زمانی که سفارش معامله به طور خودکار انجام نشه این الگوریتم به ارسال سفارش های جزئی تر در واقع چیکار میکنه، توجه میکنه و مشارکت میکنه و خصلت میکنه در واقع بیای سریعتر این مبنا رو بیای چیکار کنی تو استراتژیات پیاده کنی. میگه که شما وقتی یه الگوریتم میتونید یه سفارش خیلی بزرگ بیارید، اینو میتونید تقسیم بر سفارش کوچیک‌تر و جزئی‌تری کنید و اونو بیاین گام به گام اجرا کنید. یه درصدی از حجم بازار رو، یعنی معاملاتتون رو بر اساس درصد حجم بازار انجام بدید. مثلا میگید مثلا من یه پوزیشن 20 لاتی دارم، اینو حجم معاملات بازار 2% جلوتر رفت، مثلا 2% از این پوزیشن هم اجرا کنه، 5% جلوتر رفت 5% اجرا کنه. بر اساس درصد و حجمی که تو بازار وارد میشه پوزیشناتون رو میتونید بذارید. یعنی پوزیشنال رو ما میتونیم بر اساس درصد و حجم بذاریم، بر اساس زمان بذاریم و بر اساس چی؟ بر اساس این درصد و حجم، بر اساس زمان، بر اساس چی؟ این یکی دیگه بر اساس میانگین حجمیه در واقع. حالا اینجا حجم چیز، اینجا حجم یک دارایی، یک معامله بزرگتر رو میایم کوچیک‌تر می‌کنیم. اینو میایم به صورت حجم کوچیک‌تر و با توجه به استفاده از پروفایل‌های حجمای داری کوچیک بر اساس سطوح تاریخی که میاد انجام میشه، با بر اساس در نظر گرفتن رفتارهای تاریخیش میایم انجام میدیم. اما اینجا میایم ما چیکار میکنیم؟ اینو میایم در واقع کوچیک‌تر میکنیم، تو بازه‌ای زمانی مساوی بین زمان شروع و پایان انجام میدیم. یعنی وقتی که میانگین وزنی زمانی میخوام انجام بدیم، ببینید تو این بحث چیز، تو این میانگین وزنی و زمانی به این صورته که ما میایم مثلا یه بازه زمانی تعیین میکنیم، مثلا میگیم در 5 روز آینده این 5 لات رو بخریم، یعنی روزی 1 لات. حالا این 1 لات رو میایم یک زمان شروع میدیم، یه زمان پایان. اما تو بازه میانگین قیمت وزن و حجم اینجا میایم با استفاده از در واقع دادهای تاریخی که ایجاد شده، اینو میایم به قیم در واقع قیمت رو با استفاده از میانگین وزنی، یعنی مثلا وزن بازار یا حجم بازار، حجم وزنی حجمی نگاه میکنیم که حجم بازار در اون روز چقدره، با توجه به اگه زیاده اون تیکه بزرگتری رو میام اجرا میکنیم. حجم بازار یا حجم کوچیکتریه، میانگین میزان استفاده ای که میکنیم کمتر. یعنی مثلا میخوایم از این 10 لات امروز حجم بازار 5، یه عدد مثال دارم میذارم، حجم بازار 5 تا رشد کرده، ما 5 تاش استفاده میکنیم، از 5 تاش کاربرد میکنیم. فردا میبینیم که حجم بازار مقیاسش 2، مثلا 2 لات از 10 لات باز میکنیم. هدفمون اینه که 10 لات پوزیشن باز کنیم، ولی این 10 لات رو باز وقت به حجم بازار و در واقع میانگین قیمت وزنی انجام میدیم. توی قیمت میانگین وزنی زمانی میایم یه بازه زمانی مشخص کنیم، توی بازه زمانی میایم چیکار میکنیم، تو قیمت‌های مختلف در بازه زمانی مشابه مساوی میایم تقسیم میکنیم، خرید فروشمون انجام میدیم. اما درصد حجمی به چه صورت؟ درصد حجمی اینطوری که ما حجم بازار رو میایم در واقع تعریف میکنیم، قیمت سهام رو میایم در واقع یا دایک دارایی رو میایم تعریف میکنیم که به یک سطوح خاصی رسیده باشه، نرخ مشارکت تو بازار، درصد دیگه اینجا درصد حجم بازار نیستش، درصد چیه؟ ما مشارکت در بازار، نرخ مشارکت در بازارمون هر چقدر توسط معامله‌گرا بیشتر باشه، ما هم حجم معاملاتی که انجام میدیم بیشتر، یعنی حجم خریدی که میخوایم انجام بدیم یا فروش که انجام بدیم بیشتره. این که در واقع اینو با چه سیستمی تقسیم کنیم یا تقسیم نکنیم، خود همین هم یه داستانیه که حالا میتونیم با الگوریتم بیایم اینا رو، خیلی سخت باشه شاید به صورت انسانی بیایم اینا رو محاسبه کنیم، ولی با معاملات الگوریتمی میتونیم بیایم محاسبه کنیم و بر اساس محاسباتی که انجام میشه بتونیم چیکار کنیم، معاملاتمون رو انجام بدیم. ولی خب شاید در واقع ذهنی که انسان نتونه به سرعت خیلی بالای محاسبات رو بیاد چیکار کنه انجام بده. روش بعدی پیاده سازی کاهشی. پیاده سازی کاهشی اینطوری که میگه که تا زمانی که پوزیشن در جهت خاص شما حرکت میکند، ما میتونیم در واقع استراتژی که داریم رو پیاده سازی کنیم بر اساس در واقع بدون هیچ مشکلی. اما زمانی که روند بازار خلاف جهت ماست، میگه که آقا روند وقتی داریم، یعنی ما میخوایم یه پوزیشن خرید انجام بدیم، این پوزیشن خرید رو گفتم مثلا 10 لات رو میایم چیکار میکنیم، تقسیم بر 10 تا 1 لات میکنیم، این 10 تا 1 لات
لات رو میگیم که خب مثلا امروز 1 لات، 2 لات، 3 لات، 4 لات همینطوری کم کم میخریم، میریم به سمت چیکار، میریم به سمت هدفی که میخوایم بریم. میگه که این در واقع میشه چی؟ این میشه زمانی که روند در جهت خواسته ماست. ولی اگه ما میخوایم خرید انجام بدیم ولی روند در جهت مخالف خواسته ماست، این مثلا امروز 1 لات خرید کرد، امروز قرار 1 لات خرید کنیم، به جای 1 لات خرید کردن 8 لات خرید میکنیم، نیم لات خرید میکنیم، حجم خریدمون رو چیکار میکنیم یا برعکس حجم فروشمون رو بیشتر میکنیم اگر جهت بازار خلاف جهت کار ما بود. ولی اگر بازار در جهت کار ما بود، در جهت خواسته ما بود، میزان اون پوزیشنی که میخوایم باز کنیم یا ببندیم رو چیکار میکنیم؟ هزینه‌اش بیشتر میکنیم. اینها در واقع روش های مختلفیه که میشه بدون محاسبه کردن فرد بتونیم با استفاده از ماشین ازش استفاده کنیم. ولی قطعا حالا در موردش حالا در روز دیگه صحبت میکنیم که آیا استفاده کردن از این بازها کاملا کار درسته یا نه، میشه یه بحث دیگه. مسئله بعدی بازارسازیه. هدف الگوریتم های در واقع بازارسازی اینه که یه سری نقدینگی برای بازار تامین کنه. وقتی که ما نقدینگی تو بازار نداریم میتونیم خیلی مشکلات زیادی بخوریم. حالا وقتی که ما نقدینگی تو بازار داشته باشیم، نقدینگی کاذب هم حتی اگه بتونیم ایجاد کنیم، سفارش های خرید و فروش کاذب هم اگه بخوایم بدیم در بازار و بازارسازی بکنیم، اینطوری میتونیم از الگوریتم ها برای این کار استفاده کنیم که شاید به عنوان دستی امکانش اونقدری نباشد. روش بعدی تحلیل احساسات. الگوریتم هایی که ما می نویسیم، این الگوریتم ها میتونن با استفاده از اخباری که وجود داره، چون الگوریتم ها الان میگیم که میتونن خبر هم بخونن، مثلا با استفاده از هوش مصنوعی خبر رو میتونن بخونن، اخبار رو، رسانه های اجتماعی رو، شبکه اجتماعی رو میتونن برن بازرسی کنن و از کلیت اینها بسنجن، بفهمن که آیا جو مثبت، جو حاکم در بازار یه جو مثبت برای اون روند صعودی، مثلا روند صعودیه، جو حاکم بازار هم جو تشویق کننده روند صعودی و ازش داره حمایت میکنه. حالا چه کلیت چیزی که معامله گرها دارن صحبت میکنن، چه کلیت چیزی که شبکه های اجتماعی، حالا تو شبکه اجتماعی مثلا تو کلی معمول در واقع مردم دارن میگن، یا اینکه مثلا میگن، حالا توی حتی مثلا توی بروکر خاص، معامله گران یه بروکر خاص احساساتشون در با یه پوزیشن چیه، اینها رو ما میتونیم بیام چیکار کنیم؟ ما میتونیم بیام بر اساس الگوریتم بازار مشخص کنیم و اون الگوریتم در واقع بیاد یه سری داده از افراد مختلف بگه، بر اساس اون داده ها بیاد چیکار کنه؟ تجزیه تحلیل کنه بازار رو و تصمیمات خودش رو بر اساس حالا در نهایت تصمیم انسانی و یا در واقع همراهی با یعنی همراهی ربات و انسان با هم دیگه میشه گرفت. این اینکه تحلیلات، ولی تحلیل های احساسی و خبر و احساسات بازار، تحلیل سنتیمنت های سنتیمنت بازار رو میشه با ربات هم چیکار کرد؟ انجام داد. مسئله بعدی اسکالپینگ، روش بعدی معاملاتی اسکالپینگ. اسکالپ کردن این خرید و فروش کوتاه مدت، خرید و فروش های کوتاه مدت با های فرکانسی تریدینگ، یعنی اچ اف تی که حالا یکی از دوستان پرسیده بود یعنی چی، درمش بیشتر توضیح بدیم. این های فرکانسی تریدینگ یعنی معاملات با سرعت خیلی بالا در سطح بالا، در تعداد بالا. اینو ما میتونیم حالا به صورت اسکالپ انجام بدیم یا چه به صورت روش های مختلف، ولی تعداد بالای معاملات یک انسان رو خسته میکنه و ضمن اینکه بخصوص اگه اینکه معاملات در بازه‌های زمانی خیلی کوچیک قرار باشه انجام میشه. به همین دلیل معاملات بر بازه زمانی کوچیک و تعداد خیلی بالا رو میشه اومد چیکار کرد؟ میشه اومد اینها رو با در واقع ربات ها انجام داد و یکی کارهایی که میشه با بات ها انجام داد، که کارهایی که میشه با الگوریتم هاشو نوشت و الگوریتم هم بره اون کار انجام بده، معاملات اسکالپینگی که میتونه خیلی چیکار کنه، خیلی کمک کننده باشه. یه مسئله‌ای که وجود داره اینه که معاملات الگوریتمی دارای ریسک خیلی بالایی هستن و معمولا در واقع معامله‌گرا و مؤسسات اغلب به استراتژی متعددی میان چیکار کنن، میان اینا رو با هم ترکیب میکنن یا الگوریتماشون رو بر اساس اهداف خاص و تحمل ریسک خودشون میان سفارش سازی میکنن. در هر حال نکته به دقت به این نکته زیاده که در واقع معاملات که با این سیستم دارید حواستون باشه که در واقع ریسکش چیه. شما نتونید این به این نباشید بگین که خب حالا دیگه من میخوام از هوش مصنوعی استفاده کنم یا از یک الگوریتم میخوام استفاده کنم و این الگوریتم میتونه قطعا منو به سود برسونه یا مثلا ضررهای من اونقدر زیاد نباشه. ریسکش در هر حال بالاست، ریسک خطا خیلی زیاده و ما باید حواسمون به این مسائل باشه که همیشه چک کنیم، حتی اگه قرار به صورت اتومات انجام بشه، معاملات به صورت اتومات انجام بشه، ولی ما چک کنیم که این ربات ها یا این برنامه ها کارشون رو درست انجام میدن. اما مثل وقتی که ما داریم در رابطه با الگو ترید صحبت، بچه تا اینجا سوالی دارید؟ به قول باز دوباره تون تون گفتم، تا اینجا سوالی اگر دارید بپرسید.
خب سوالی ندارید. یه الزاماتی داره هر روش و هر مسئله معاملاتی، یک سری الزامات داره. حالا الگوریتم معاملات الگوریتمی هم یک سری الزامات داره. یکی از در واقع الزاماتش اینه که شما برنامه نویسی یا بلد باشید یا یه برنامه نویس خوب استخدام کرده باشید که بتونون اون استراتژی معاملاتی که شما تو ذهنتون هست و با استفاده از نرم افزارهای مختلف، با استفاده از روش‌های مختلف رو بتونید پیاده سازی کنید، یا اینکه برید چیکار کنید، برید در واقع این باتری که طراحی شدن رو برید بخرید. اتصال به شبکه و دسترسی به پلتفرم‌های معاملاتی، شما بهترین در واقع کاری که میتونید بکنید اینه که اتصال به شبکه‌تون رو مطمئن باشید که همیشه داره درست اتفاق میفته، همیشه اتصال به شبکه داشته باشید و پلتفرم‌های معاملاتی که بتونه این استراتژی، این قابلیت‌ها رو برای شما راحت‌تر در اختیار شما بذاره، باتها رو استراتژی بهتری مثل در واقع سی تریدر هستش که میتونید امکانات رو خیلی بهتر در اختیار شما بذاره و ملزوماتی که نیاز داره در سی تریدر بیشتر در دسترس هستش، میتونه کمک کنه به شما. مسئله بعدی دسترسی به فیت های بازاره که تفاصیل من اینجا من پیدا میکنم. جس مادر بپرسید که بچه در اتاق میپرسن قبل از که بپرسید من اینو. اینجا خب من الان بریم. خب پس که بپرسید من اینجا یه چیز بذارم براتون، یه گروه تلگرامی براتون میذارم که اینجا میتونید سوالاتون رو بپرسید و ضمن این که اینجا میتونید چیز هم داشته باشید، اینجا میتونید اون سی تریدر برای دسترسی به سی تریدر میتونید از این لینک ها دسترسی به ثبت نام کنید در بلوکر در چیز در تاپ افکس ثبت نام کنید که بتونید در واقع سی تریدر، باید اسم تاپ افکس سی تریدر قاطع کردم، بتونید در تاپ افکس ثبت نام کنید که از پلتفرم سی تریدر بتونید استفاده بکنید. خب چون تو پلتفرم سی تریدر این فید هایی که در واقع ضروریه برای معاملات الگوریتمی در سی تریدر خیلی به راحتی و به درستی قابل دسترس از اونجا بهتر میتونید داشته باشید. توانایی و زیر ساختا برای بک تست رو در واقع باید فراهم کنید. شما یه استراتژی، یک در واقع الگوریتمی رو میخواید ترید در واقع استفاده کنید، حتما توانایی و امکان اینو داشته باشید که بیاید اینو بک تست درست بگیرید، یعنی زیر ساختا برای بک تست گرفتن رو داشته باشید و با استفاده از بک تست هایی که میگیرید بعداً بتونید اجرا کنید و داده های تاریخی رو بهش تک کنید دسترسی داشته باشید. البته بستگی به اون پیچیدگی الگوریتمی هم که دارید داره، ولی خب به صورت کلی اینها ملزوماتی هستش که شما نیاز دارید. یه مثال بزنم از معاملات الگوریتمی و بر اساس این مثال بیایم توضیح بیشتری بدیم که مثلا چیه. ببینید بازگشت به میان، مثلا یه استراتژی و مبنای استراتژیمون رو بذاریم بازگشت به میانگین در واقع قیمتی یا بازگشت به میانگین. هدف این استراتژی در واقع تمایل در واقع اینه که هدف اینه که در واقع سرمایه گذار وای میسته و بر روی تمایلات قیمت حالا دارایی ها برای بازگشت به یک میانگینی که مورد نظر اون بود، یعنی صبر میکنه که قیمت یک دارایی برسه به اون میانگینی که مورد نظر اون بود، حالا بعد اونجا تصمیم میگیره خرید و فروش انجام بده، یا اگه خرید فروش رو در یک محدود خارج از وقتی که اون محدود بازه زمانی شکسته خارج از اون در واقع انجام داده خرید و فروش رو، حالا منتظره که به اون محدود میانگین حرکتی برگرده که از پوزیشن بتونه خارج بشه. فرض کنیم که این در واقع چیه، این استراتژی مد نظره. تعیین هدف چیه؟ هدف اینه که شناسایی کنیم فرصت هایی که تو این قیمت در واقع در قیمت فعلی یک سهم یا یک دارایی به طور قابل توجه از اون میانگین تاریخی چیکار کرده، انحراف داده. یعنی مثلا ما یه میانگین رو تعیین کردیم که حالا میانگین میتونه مسطح باشه میتونه مورب باشه، از این میانگین انحراف خیلی زیاد داره و اومده از اون محدوده خارج شده، ما میدونیم که اون تمایل و احتمال، یعنی مبناش اینه که این ما یه تمایلی خواهیم دید به برگشت به اون میانگین حرکتیه. این برگشتن به اون میانگین حرکتی در واقع چیه؟ اون هدفی که ما در این استراتژی دنبال می‌کنیم و این هدفمونه که اون واحد اون دارایی که در واقع میاد می‌خوایم روش کار کنیم، اگه الان انحراف خیلی زیادی از اون میانگین داره میتونه به اون میانگین حرکتی برگرده. بازم میگم میانگین حرکتی قیمت ثابت نیست، میانگین حرکتی میتونه مورب باشه، میانگین حرکتی میتونه چیکار باشه، صعودی باشه، اون خط روند هم حتی میتونه یه میانگین حرکتی باشه. این میشه تعیین هدف. حالا چطوری ما از این استفاده میکنیم؟ ما میانگینه تاریخی رو بر اساس داده تاریخی یک دارایی محاسبه میکنیم. یکی که ساده ترین راهش اینه که رو چارت خط روند رو میکشید، یا مثلا میانگینه حرکتی میاد پیاده میکنیم، میانگین حرکتی مثلا 50 توری،
بعد میاید آستانه های بالا و پایین رو تعریف میکنید که حالا اینو مثلا میگم شما اینو میتونید با استفاده از آستانه یا سطوح بالا و پایین میتونید بر اساس خطوط روند یا مثلا در واقع خطوط روند بر اساس بالاترین سطوح و پایین ترین سطوح بکشید و میانگین 50 دوری هم بکشید. اینجا الان شما یک محدوده حرکتی دارید، محدوده حرکتی بالا و پایین دارید، سطوح مقاومتی دارید و یک در واقع دستگاه میانگین در واقع یک خط روندی دارید که میاد میانگین تاریخی رو محاسبه میکنه. حالا محاسبه انحراف استانداردتون، انحراف استاندارد اگه بخواید به صورت به این صورت، یعنی اون میانگین های بالا و پایین رو میتونید با استفاده از انحراف استاندارد حساب کنید که اونجا میتونید بیاید از چی استفاده کنید، از بالهای بولینگر استفاده کنید، مثلا اون انحراف استانداردتون رو بیاید مشخص کنید، آستانه های بالا و پایین رو بیاید مشخص کنید. حالا به این صورت و وقتی که این آستانه رو مشخص کنید، داره میانگین حرکتی هم که دارید، اگه قیمت از میانگین حرکتی شما خیلی بالاتر یا پایین‌تر اومده باشه، میتونید در واقع انحراف داشته باشه. حالا بر اساس اون انحراف ها میتونید خرید فروش رو انجام بدید. نظارت مداوم میخواد تو بازار که بتونید فرصت ها رو شناسایی کنید. اما سیگنال هایی که میتونید از این فرصت های شناسایی شده توسط دلار خودتون، یا شما یک تعریف ارائه میکنید، حالا این تعریف ها بر اساس تعریفی که شما ارائه کردید ربات میاد شناسایی میکنه، اون فرصت هایی که ربات شناسایی کرده رو میتونید به عنوان سیگنال خرید و فروش در نظر بگیرید. و حالا ضمن این که بتونید بید وارد انجام معاملات بشه که این انجام معاملات حالا میتونید خود انجام معاملات رو به صورت اتومات بگیرید، ربات انجام بده، یا ربات برای شما فرصت معاملاتی ایجاد کنه و شما انجام معاملات رو در واقع بسپارید، در واقع انجام معاملات رو بسپارید به خودتون ولی شناسایی بدید به ربات ها. ضمن این که در واقع خواستید هم اجرا کنید، قطعا با سطوح حمایت، سطوح استاپلاس و تک پروفیتتون رو هم مشخص کنید و شرایط خروج از بازار هم برای خود حتما تعیین کرده باشید که بس پاسورد از معاملات هم کنید. وقتی میخواید انجام بدید، یعنی شناسایی فرصت ها رو وقتی میذارید به عهده الگوریتم و اجرا رو میذارید به عهده خودتون، حواستون باید به این تنظیم پارامترهای دیگر هم باشد. و مطلب آخرم از خدمتتون که این که نصب و اجرای الگوریتم ها روی سی تریدر به چه صورت. خیلی کافیه که شما در واقع یه دانلودی از یک ربات رو داشته باشی یا الگوریتم رو داشته باشی، حالا یا این در واقع برنامه‌ای که حالا الگوریتمی که وجود داره رو یا خودتون نوشتید یا شما برنامه نویس نیستید، میگید اولی شما معامله گرید، اون الگوریتم رو خودتون با دست رو کاغذ مینویسید، دستی مینویسید و اونو میدید به یک برنامه نویس، اون چیزی که شما پیدا کردید نوشتید به صورت برنامه یا به صورت الگوریتم به شما تحویل بده، اون الگوریتم رو میتونید در واقع حالا آپلود کنید توی سی تریدر، یا اینکه خیلی ساده‌ترینش بید توی قسمت اتو ترید. اینجا یه سری ربات های میان، حالا شما اینجا یه در واقع نیو میزنید، نیو که وارد شد مثلا اینجا میرو سی تریدر نیو که اینجا وارد شد، اینجا یه کنترل آ میگیرید، اینا رو همه رو پاک میکنید و دوباره اون برنامه خودتون رو اینجا چیکار میکنید، اینجا پیاده سازی میکنید و ازش استفاده میکنید. یه استفاده کردن از چیز ربات به هم در سی تریدر، یعنی در سی تریدر شما فقط کافی که بیچ کجا به تو برنامه اتومات اینجا تو بخش باتهاش، یعنی تو بخش سی باتهاش، در بخش باتها یه دونه نیو بزنید و اون کدی رو که شما از برنامه نویس دریافت کردید اینجا پیست کنید و انجام بدید و به همین صورت این الگو در واقع میتونه در الگوی حالا چی میگم بهش، حالا این الگویی که نوشته شده، این الگوریتمی که نوشته شده میتونه حالا این الگوریتم به شما به این صورت وارد اینجا مسئله که وجود داره اینه که الگوریتم ها حالا بعد از که الگوریتم ها چیز کردید، بذارید سی تریده بهتون نشون بدم، شاید اینطوری بهتر باشه. ببینید در سی تریده، دوستان سی تریده واضح هستش، میتونید ببینید بچه‌ها که روی زوم هستید یه تاییدی به من بدید که اگه واضحه. ببینید اینجا تو این بخش میتونید بیاید این سه تا خطی که وجود داره روش کلیک کنید، اینجا روی بخش اتوماتد بیاید اینجا کلیک کنید، اتوماتد که کلیک کردید یه همچین چیزی باز میشه، اینجا باتایی که وجود داره، این باتایی که وجود داره در واقع شما میتونید از اینا استفاده کنید. حالا مثلا این تعریف، از مثلا تعریف وجود داره، این باته، این یک تعریفی وجود داره، این کدشه، میخواد ازش استفاده کنید میاد چیکار میکنید. حالا مثلا اینجا براتون توضیح بدم، اول که چیزی که میخواد بزنید، حالا من اینجا مثلا برای درس های مختلف، کلاس های مختلف زدم نیو و مونده، باز اینا دلیت بزنم. ببینید اینجا وقتی شما میاید اینجا توی نیو،
وقتی میاد توی نیو یه فاز باز اینطوری دیگه. حالا اون الگوریتمی که نوشتید یا کدی که نوشته شده میتونید اینجا چیکار کنید، میتونید اینجا حالا وارد کنید. وقتی که میخواد اجرا کنید به چه صورته؟ وقتی میخواد اجرا کنید میرید اینجا یه بلابه میزنید که میخواد اجرا بشه، بعد اینجا میخواد که حالا مثلا این استراتژی یا این الگوریتمی که نوشتید رو روی مثلا جی بی پی یو اس دی پیاده کنید. اینجا میزنید GBP USD، این GPUC رو پیدا میکنید. خب اینجا GPUC که پیدا کردین استراتژی رو میزنید، خب کوالیتیش فلان، استاپ لاس فلان، تیک پروفیت و فلان، اینا رو بیاید مشخص میکنید و بعد میزنید پلی بشه که این استراتژی شما چی شده. این استراتژی که اینجا داشتید این سیمپل بریک اوت داشت، این زدین که الان این استراتژی برای شما چی بشه، برای شما پیاده بشه. حالا پیاده که شد قطعا در به شما یه چیز میده، یه آلارم میده، یه هشدار میده که این استراتژی شما پیاده شده. خواستیدم استاپ بزنید میرید اینجا به هم صورت اینا رو میزنید که اجرا بشه، خواستید استاپ بزنید میرید روش میزنید که استاپ بشه. این میشه در واقع حالا نحوه استفاده کردنش، در اینکه ربات رو چطوری بتونید وارد پوزیشن خودتون بکنید و چطوری بتونید ازش در واقع اون استراتژی رو پوزیشنی که میخواد اون استراتژی که نوشتید اون الگوریتم که نوشتید رو پیاده سازی بکنید. این کلیت حالا الگو ترید که نحوه استفادهش به چه صورت، ما چطوری میتونیم استفاده کنیم، چه استراتژی میتونیم پیاده کنیم، چطوری میتونیم روسی تریدر وارد کنیم و چطوری استفاده کنیم. دوستان اگر سوالی دارید بفرمایید، در خدمت هستم. سوالی دارید؟ سوالی اگر ندارید من وبینار هفته بعد صحبت کنیم که هفته بعد در مورد درک روانشناسی بازار داریم، تحلیل سنتیمنتال معاملات تو بازارهای مالی داریم و کری ترید وبینار بعدیمون هستش، سه تا وبینار آینده. امیدوارم که این سه تا وبینار رو هم به دردتون بخوره و استفاده کنید این وبینارها رو، اینا رو هم ثبت نام کنید و امیدوارم که در وبینار آینده هم شما رو بتونم ببینم. تا هفته بعد که دوباره پایه وبینار دیگه بتونیم در خدمتتون باشیم، خدایا رو نگهدارتون.